ذکر موافقت سلطان با ایلک خان و به مخاصمت رسیدن ایشان به عاقبت. چون سلطان محمود عرصه خراسان از معارضان پاک گردانید و معاندان آل سامان را نیست کرد، اولین باریه که منفی میگه از آل سامان، که اینم خب به خاطر همزمانی با محمود نوشته. ایلک خان ماوراءالنهر با تصرف گرفت و ملوک آل سامان و اولاد و اخلاف ایشان را به دست آورد و آن خطه از ارومه و جرثومه ایشان خالی کرد. هر دوی ارومه و جرثومه همزمان معنی ریشم میده دیگه. به سلطان فتنامه نوشت و او را بر وراثت ملک خراسان تهنیت کرد و در شعب هوا و سلک ولاء او قدم گذار و میان ایشان وصلتی رفت و اسباب ممازجت و مباشجت در همامیختن مستحکم شد و ذات البین از صدق وداد به محض اتحاد رسید و در وقت آن که سلطان از بحر دفع منتصر، آخرین امیر سامانی، به نیشابور آمد، ابوالطیب سهل ابن سلیمان سؤلوکی را نزدیک اسفراین که امام حدیث بود به رسالت به ایلک خان فرستاد و در خطبه کریمه‌ای از کرائم او رغبت نمود. ترکا به صورت خاص به دختر کریمه می گفتن و بیش از حد و عد و حصر و مر نفایس اموال از شفشه های زر و یاقوت های بهرمان و عقایل دور، نفایس در و مرجان و تخت های جامه و بیزه های انبر و اوانی زر و سیم مشهون به شمامات کافور و دیگر محمولات دیار هند از درخت های عود و تیغ های بلارک و پیلان جنگی آراسته به انواع ملابس و مناطق، کمربند ها، مناطق مرصع که وهم در وصف جواهران خیره می شد و چشم در تلعلو لعالیان تیره می گشت و اسبان نامدار با زین و سرفسار زر. چون امام ابوالطیب به دیار ترک رسید، به مورد او احتزاز و ارتیاح افسودند و در اعزاز و اکرام مقدم او به غایت برسیدند و به اوسکند مقیم شد تا مهم زفاف بپرداخت و نجیح و سعی پیروز و مغزی الحاجه بازگشت و با در یتیمی که در ترکستان به تحصیل آن قواسی میکرد دخترک روی به خدمت سلطان نهاد، با حملهای گران از مجلوبات دیار ترک و از زر ساو و سیم ناب و نافه های مشک و ماه رویان ختلی و کنیزکان ختایی و سنگر سپید و دست های برتاس، در واقع سنگر و پوست روبا، و قاقم و سمور و طرایف چینی و دیگر اصناف الطاف هر دو مملکت، معاقد مشابکت و مصاهرت مستمر گشت. مصاهرت پیوند سببیه و اشتراک در مراتع نعم و اتحاد صنایع و خدم محقق شد و مدتها حال بر این جمله منتظم و متسق بود تا به چشم زخم ایام مشارع آن و مودت مکدر شد و موارد آن محبت منقص گشت و معاقد آن مخالصت به انحلال رسید. بر جمله جمعی از مشاهیر جماهیر حضرت سلطان بودند با کمال براعت و حسن بلاغت که اگر به ذکر مناقب و معاصر ایشان قیام نماییم مقصود کتاب فایت گردد و به ملالت و سعامت رساند. ملال. اکنون با ذکر غزوات و وقایع سلطان آییم و آثار تیغ و سنان او در دیار هند و ترک حکایت کنیم. و سلام. ذکر غزوه بهاتیه. چون سلطان از کار سجستان بپرداخت و فتنه‌ای که در آن نواحی قائم بود سکون یافت و عارض آن عارضه منقشع شد، شکافت، عزم غزو بهاتیه مصمم کرد
و از سیحون گذر کرد و از ناحیت مولتان بگذشت و به ظاهر بهاتیه نزول فرمود. و این شهر سوری داشت با رویی که نسور بر موازات شرف او نرسیدندی، با سمک در کون مساوی و با سماکین موازی، و خندق چون بحر محیط با قعری بعید و عرضی بسیط در پیرامون آن کشیده، و به مردان کار و فیلان کارزار آراسته، و زعامت آن ملائین با تاغوتی که به بچهرا معروف بود. جانم همین آقا حضرت، اون به موازات شرف نیست؟ یعنی جمع شرفه، اون چیزهایی که بالای بارو می ساختن. پیداش کنم. آها، من فکر کردم به خاطر اینکه مثل ماه و اینا شرف داره، در واقع به تهش، آره، به بال بالاترین. آره فهمیدم. آره شرف هم که کنگره است دیگه. آره آره بله اونم هست، درست. خب و به مردان کار و فیلان کارزار آراسته و زعامت آن ملائم با تاغوتی که به بچهرا معروف بود موکول، و او از سر نخوت و سکرت غرور به کسرت غرور به کسرت اتباع و اشیاء خویش از شهر بیرون آمد و به اعتماد قوت ابطال دلاوران و شوکت افیال به مقاتلت بایستاد. و سلطان 3 روز متواتر به سوائق بوارق سپاه و لوامع شوارع رماح او را در کوره دمار و تنوره بوار می سوزانید. جانم ایشان آقا این واسه من جالب بود، لغت طاغوت. حالا چون دهه فجر هم هست نه شوخی میکنم، ولی طاغوت دقیقا یعنی چی؟ یعنی کسی که طاغیه، طغیان کرده بر خدا. آها، اولین طاغوتونی بود که با چیز جنگید دیگه، با داوود میجنگه دیگه. جالوت چی بود؟ نه اون جالوت بود. آره منظورم اینه که اون اولین جایی که اسم طاغوت میاد بود. آها اولین طاغوت جالوت بود. اولین طاغوت جالوت بود. اوکی. بعد این یارو واسه چی اینقدر آدم بدی بود؟ چون چرا طاغوت شد یه دفعه؟ بنده خدا. هندیه دیگه، مسلمان نیست. آها همون تو درجه طاغوت رفت بالا. اوکی. خیلی صفت عجیبیه تا حالا من ندیده بودم. این دو خطی هم که خوندیم یعنی به سائقه های بارقه های صفح ها، یعنی شمشیر بارق و صفح شمشیر، و پرتوهای شارع های روم ها، شارع و روم هم هر دو نیزه، او را در کوره دمار و تنوره بوار می سوزانید. نکته بازی زبانیش هم اینه که خب هم کوره در واقع به جز کوره لباسه، هم تنوره به جز تنوره چیزه، این که می پوشن زره زرهه، یعنی در واقع اینا رو در خودشون کشت. روز چهارم به رشق سهام و مشق سنان. بوارم میگن. بوار. جان ببخشید. بوار یعنی هلاک. مرگ. بوار. آه هلاک. تنوری بوار. آره مثل دمار. سامان حالا که خیلی روز چهارم کردیم، حالا صدات یه مقدار غیر از اینکه تأخیر داره یه مقدار، صدات یه مقدار کیفیتش کم یعنی خوب و بد میشه. بذار من جا به جاشم. آره آره. الان صدام خوبه؟ عالی عالی. بله. روز چهارم به رشق سهام، انداختن تیر، و مشق سنان، نیزه زدن، و حسام، صحایف عمران مخاذیل، عمر یعنی نیزه، حالا بجز عمرشون، عذر میخوام، معبداشون هم هست، صحایف و ازالیل تباه و سیاه گردانی، و چون زورق خورشید ندای تکبیر احزاب دین به مسامع اهل علیین رسانید، منزل ملائکه رسید، از سر صدق یقین و برای نصرت دین حمله کردند تا سواد کفر از بیاض رقعه آن عرصه محو شود.
سلطان چون فحل حائج و بحر مائج، یعنی فحلی که خیلی متمایله و بحر طوفانی، دو دستش هم شیر میزد و مرد را با خود و زره به دو نیم میکرد و چند فیل که حسن قلب کافر بود بستد و باد نصرت از محب لطف ایزدی در وزیدن آمد و رایت سلطان را اعلام ایمان در علو رفعت به ثریا رسید و اسباب کامکاری و کامرانی مهیا شد. خصمان در اندرون حصار گریختند و به سور قصور اعتصام جستند، به دیوار قصر و انصار دین زمام اختیار از دست ایشان بستدند و مداخل حصار فرو گرفتند و خندق بیان باشتند و در تفسیح مزایق و تفتیح مقالق یکدیگر را مظاهرت کردند، باز کردن قفلا و باز کردن مزیقه ها و به چهره در وقت حرت حرب و وقده آتش طعن و ضرب مساویر آن کار بدیده بود، عواقبش رو دیده بود و عواقب آن عقوبت به بصر بصیرت مشاهده کرده و به غیظه ای از قیاض مستظهر شده. به بیشه ای از اون بیشه هایی که بود، احتمالاً انبوه یا جنگلی، سلطان کوکبه ای از کواکب سپاه خیش بر اثر او بفرستاد، دست سوار فرستاد تا چون گریبان پیرامون او فرا گرفتند. او از هول آن صاعقه و رعب آن حادثه خنجری که داشت برکشید و سینه خیش فرو درید و جان به مالک سپرد و بقایای سپاه او را به یک بارگی به تیغ بگذرانیدند و 120 سرفیل از آن فتح نامدار در مربت فیلان خاص افزود و غنایم بسیار از اموال و اسلحه. مربت زنجیرشه، مربت اون جاییه که بوده، یکیش برها. سلطان همانجا مقام کرد تا آن نواحی از خبث اهل شرک پاک گشت و بساط دین و شریعت محمدی گسترده شد و اهل آن بقعه را در ربقه اسلام و استسلام کشید، گردن نهادن و مساجد و منابر ترتیب داد و ائمه را برای تعلیم فرایض دین و سنن اسلام و تبیین و تعیین حلال و حرام نصب کرد و با لوای منصور و علاء موفور به غزنه تافت، الا آنکه موسم تقاطر اقطار و تکاثر امطار بود، بارون می آمد و راهی دراز و مخاوف بسیار در پیش و خلقی از خدم و حشم او در آن اوحال و اوجال به فنا رسید. او حال جمع وحل، در معادل دقیق شیرازی شله، گل و شل میگن شیرازی، اون گلی که شله و اوجال تو این ترس و لرز و از رحال و اسقال فراوان طلب شد و خدای تعالی ذات شریف و نفس نفیس او از آفت آن مسافت و مهالک آن مسالک نگه داشت و الله اعلم. ذکر قزوه مولتان. جانم علی جان، این که میگه که فصل بارون بود و خیلی ها تلف شدن، ناصرالدین شاه توی خاطراتش یه سفری رو چیز میکنه که رفته بودن شمال، حالا یادم نیست دقیقا کجای شمال، بعد خیلی به دقت میگه، میگه آقا مثلا ما شانس آوردیم که فقط مثلا نمیدونم دو تا قاطرمون مرد و از خدامون کسی چیز نشد، کسی تو راه تلف نشد، انگار مثلا این چیز خیلی عادی بوده که وقتی که توی هوای بارونی و گل و شل میرن مثلا تلفات داشته باشن بدون جنگ. حالا اینو که گفتی علی، من یادم اومد در یکی از کتابای کسروی، فکر میکنم 10 سال در عدلیه است، که این ماموریت یه سری تو خوزستان ماموریت بوده، یه سری توی مازندران، بعد داره توصیف میکنه که اون جاده‌ای که داشته، یعنی اون راهی که داشته میرفته به مازندران محل جدید خدمتش برسه، چند روز طول میکشه و چقدر وحشتناک بوده در مثلا کی میشه مثلا اوایل رضا شاه. آره یادمه. یعنی میخوام بهت بگم که واقعا وحشتناک بوده، به خصوص مسیر مازندران و اینا. آره دیگه، هند به غزنه یه همچون مسیر، اونم که همش کوهستانه، حتی شاید بدتر هم باشه. آره کوه میریخته روشون احتمالا، دیگه کوه و دره و
خب بله، من هنوز صدام خوبه؟ آره. ذکر غزوه مولتان. ابوالفتح والی مولتان به رجس اعتقاد و قبح الحاد موصوف و معروف بود و اهل خطه مولتان را به رای و هوای خیش دعوت میکرد و خلایق را در مزله زلالت و مهلکه جهالت میانداخت. جانم همیشون راستشو بخوای خیلی خوب نیست، شد مثل همون اول. بازم عوض میکنیم. بله چون پرسیدی گفتم. الان اینجوری ادامه مولتان یا الان عالی. مولتان الان گفتیم کجا میشه؟ اسم مثلا شهر امروزیش کجاست؟ اون وسطای پاکستانه. پایین لاهوره، ولی نمیدونم اسم فعلیش چیه. ولی جای معروفی باید باشه دیگه. بله بله. الان هم باید بین قندهار و لاهور. اوکی، بین قندهار و لاهور. اوکی. حال او به سلطان انها کردن، همیت اسلام و غیرت دین او را بر کفایت و حسم ماده معرت او باعث و محرز گشت. در تتمیم این کار استخارت کرد و همت بر این مهم دینی گماشت و آماده کار شد و لشکری بسیار جرار جمع کرد. چون نقاش ربیع نقش‌های بدیع بر اطراف کوه و هامون نگاشت، آهنگ ناحیت مولتان جزم کرد. به آنندپال پادشاه هند کس فرستاد تا در واسطه مملکت خیش راه بدهد تا لشکر اسلام بگذرد. او دست رد بر روی التماس سلطان نهاد و راه تمرد و تنمر پیش گرفت. باز تکرار کنم، خوشم میاد، تنمر پلنگی کردن قلقش. سلطان از این سبب در خشم شد و نیت مصنا کرد، در یک پرده دو نوا آغاز نهاد و جازم شد که بیزه ملک و آشیانه دولت او به سرسر قهر برباد دهد. بفرمود تا دست نهب و ارهاق و هدم و احراق بر دیار و امثار او دراز کردند و چایپال را به روایتی و چایپال و آنندپال را از مزیقی به مزیقی می انداخت و حواشی حوزه ملک او می ستد و اطراف و حوالی ولایت‌های او باز می‌برید تا او را به نواحی کشمیر انداخت. چون ابوالفتح والی مولتان مشاهده کرد که با چایپال که تود رفیع پشت و پناه کوه رفیع و سد منیع هند بود آن رفت، دانست که جایی که ببر و هژبر گریزان روند، ارانب و ثعالب را خرگوش و روباه و مجادلت ممکن نگردد و مکنت مقاومت صورت نبندد. خزائن و دفائن خیش بر پشت افیال و احمال به سرندیب برد و مولتان بازگذاشت. سلطان بدان نواحی رسید و از عقاید ایشان استکشاف کرد. همه را در مخابت زلالت و مهابت جهالت دید. تو جاهای خبط و خطا و جای حبوب. و شهری که مسکن و متوطن ایشان بود در حصار گرفت و به قهر بستد و همه را به عذبات عذاب تأدیب کرد. یادمونه عذبه این رشته های تازیانه دوال ها بود، هر یه دوال عذبه بود. و همه را به عذبات عذاب تأدیب کرد و 20 بار 1000 بار 1000 درم به عرش اسیان و فدیه عدوان و جزیه طغیان بر گردن ایشان نهاد. فرقاش هم میدونیم دیگه، فدیه در مقابل آزادیه، عرش همون دیه است در واقع، جزیه هم که مربوط به دیه. به هر بهانه ای پول گرفت. ذکر مقامات او در تصرف دین و امارت عالم یقین از عرض دریا بگذشت و در دیار مصر برسید و هیبت تیغ او در دیار هندوسند مستفیض شد و ماده فساد و الحاد کفر و عناد در آن نواحی منحسم گشت. والله اعلم بالصواب.
ذکر گذشتن ایلک خان از جیهون. این اونجاییه که دیگه حالا به هم میخوره میونه. روزگاری میان سلطان و ایلک خان موافقت قائم بود تا به دست اقارب فساد، اقربهای فاسد، و تزریب مکاید حساد مرایر مودت منقطع شد و نوایر خصومت مشتعل گشت. ایلک فرصت امکان مجاهرت و مکاشرت نگاه داشت. این مجاهرت و مکاشرت هر دو آشکار کردن دشمنی هست. منطقه قشنگه چون اون دفعه صحبت کردیم. مکاشرت دندون نشون دادنه. مجاهرت این حرکتی عقب زدن قبا از روی شمشیر بوده در اصل کلمه. در واقع کاربرد قدیمیش خیلی خوشگله. ایلک فرصت امکان مجاهرت و مکاشرت نگاه داشت. چون رایات سلطان دور دست افتاد و به حدود ملتان نهضت کرد و عرصه خراسان از کمات دولت و همات حضرت خالی ماند، سباشی تگین را که خیش و صاحب جیش او بود با لشکری فراوان به خراسان فرستاد و جعفر تگین را به رسم شهنگی به دارالملک بلخ گماشت و ارسلان جاذب والی طوس به هرات مقیم بود، مأمور از قبل سلطان که چون از طرفی وهنی حادث شود و از جانبی خللی متولد گردد با غزنه نشیند. از هرات رحلت کرد و به غزنه رفت. و سباشی تگین هم به فرمود مرسود چند جان. یه سوالی که برام هست اینه که این رسم الخطی که الان داریم میبینیم مال همون زمان خود نوشتار تاریخ یا بعدن عوض شده به نظرتون؟ اینی که ما اینجا داریم روی تصویر میبینیم بله اون همونیه که بوده، چون جزء چیزاییه که در واقع توی دیدید اول تصحیح ها رسم و خطا رو هم مینویسن دیگه، مثلا ب چسبیده، هی که نوشته نمیشه، اینا این توی مقدمه یکی از این جامعه تواریخ ها هست. جالبه مثلا شهنگی که اینجور نوشته، من خیلی برام جالبه این موضوع. این همه دعوا سر این هست که مثلا این اینا این گیو جدا ننویسی، مثلا انگار یه چیزی شبیه خطاهای مثلا رایج جدید، ولی اگه اون زمان هم این درسته، چون شهنه اون هش هی چیز نیست. آها آه این هی اون هی نیست، آه یه نیست، بازمونده اک فارسی استان نیست، شهنه یه کلمه جدا. اوکی حالا باید نگاه کنیم مثلا چه میدونم زندگی اینا رو هم باید ببینیم اونطوری نوشته یا نه، ولی در مورد شهنگی درست نوشته. ولی مثلا به او خیلی میچسبونه دیگه، مثلا به هرات بیشتر به هرات میچسبونه، به رو میچسبونه، هی ناملفوظ رو هم نمینویسه و اگه به ها ختم بشه یه هی مینویسه. آره دقیقا. حالا این این به نظر تو در واقع اثر چی میگن حروف چینی مثلا عثمانی و اینا نیست که اون نه نه، برای اینکه من اینو در واقع فکر میکنم همین نسخه است که من مقدمش رو خوندم اون بخش تصحیحو، یا شاید بیاد یه نسخه دیگه، چون دوتا از موجود که این شکلیه. به هر حال تو مقدمه این توضیحاتیو که میدن در تصحیح نوشته. آها توی همون چیز تصحیح روشن، نه تصویر روشن که عوض که آره آره اصلا تو تصویر روشن خوندم، درسته روشن درست نوشته، ولی درباره رسم الخط اونجا خوندم. بله چون این پی دی افی که من فرستادم که مقدمه خاصی نداره. آره. بله همینجا خوندم، مرسی. بعد من داشتم به این کلمه افیال هم فکر میکردم که قبلا توی جانگوشان راجع بهش حرف زدیم با هم دیگه. افیال و فیل، این کلمه فیل خود تو قرآن اومده با همین چیز فیل، من فکر میکنه که انگار کلمه مثلا پیل بوده احتمالاً، بعد رفته عربی شده فیل، این پیوفیت اینجوری، ولی انگار اینجوری نیست. مثلا ما نمیدونیم مثلا اینجوری که هست، یعنی کلمه تو اون ورم همینجوری بوده، این ورم اینجوری بوده، از هندیش اومده تو جفتش. همین منبعی سراغ نداریم که مثلا اتیمولوژی این کلمه رو ازش در بیاریم ببینیم که از کجا اومده اول و از کجا رفته به کجا. داریم همچین چیزی به گوشتون نخورده؟ متخصصینش میدونم میدونن، ولی بپرسیم مثلا همین بچه های تویتر سوال میکنم میگیم به هم. آره برای خودم جالبه که بدونیم. آره منم جذاب. یعنی سوالت اینه که فیل رو از طریق فارسی گرفتن یا مستقیم مثلا خودشون گرفتن؟ آره مثلا یه حالت اینه که مثلا ما پیل داشتیم بعد رفته عربی شده فیل، با توجه به اینکه توی مثلا قرآن ما فیل داریم، چون کلمات عموما بعد از اسلام اینجوری شدن دیگه، ولی به نظر میاد که وقتی تو قرآن ما فیل داریم
شاید خود این کلمه از قبل بوده. ای بس، و مثلا میگم یه حالتش این باشه که یه سوتی داده باشن، فکر کرده باشن که مثلا این کلمه در فارسی پیل بوده، به شبیه خیلی پیه دیگه که شده فه، این هم مثلا اینجوری شده مثلا، بعد اومده باشن یه کلمه جعلی پیل درست کرده باشن مثلا. چرا ما نمیتونیم کلمه معرب توی قرآن داشته باشیم؟ نمیتونیم. ولی میگم چجوری میشه مطمئن شد این کلمه از کجا؟ سوال سختی. ولی من توی ده خدا نگاه کردم، نوشته فیل معرب پیله. حالا ممکنه که اینم خودش حرف وحی منزل نیست، قبول دارم. ببینیم ویکی واژه چی گفته. میشه شناسی من به پارسی باستان رفت میده. ولی خب تو ایران که ما پیل نداشتیم، درسته؟ کلمه‌شو که داشتیم. نه کلمه‌شو داشتیم، ولی مثلا میگم در جغرافیای کشور کلا یه سوالی که من همیشه، یعنی یکی از سوالاتی که داشتم اینه که مثلا این حیوانایی که در جغرافیای کشور نیستن، مثلا کلماتی که واسهشون میذارن غیر از اینکه وارداتی باشه، چطور امکان داره که مثلا، یعنی میشه که مثلا یه کلمه ای یه حیوانی که جزء بومی اون کشور تو نیست مثلا اسم اصیل داشته باشه؟ بعید به نظر میاد. خیلی اسم دزدی میشه داشته باشه، مثل گوره خر. آها آره، اسم دزدی میشه داشته باشه. ولی خب گور ما، آها آره، خب گوره خر منظوره. آها گوره خر ما خودمونم داریم دیگه، منتها گوره خرهای ما راه راه نیستن دیگه. امروزه بهش میگن، به اونا میگن گوره است، ولی به خاطر این اشتباهه که تو زبان جا افتاد بعدن روش اسم گوره است گذاشت. مثلا گوره خر اولی ما کجا به کار رفته؟ بعدن اسمش شد. آره این سواله خیلی جالبیه. مثلا کرگدن خب توی شاهنامه بود، درسته؟ کرگ داشتیم. آره. ولی خب کرگ هم توی هند هست، چیزی که تو هند بوده ایرانی ها میشناختن دیگه. نمیدونم، سوال سخت بیاده تو دنیا. خب بریم سامان. ببخشید تو صدات رفت. بله، خلاصه این آقا نشست و رفت همونطوری که دستور داشت به غزنه و سوباشی تگین به هرات آمد و الحسین ابن نصر را به تحصیل وجوهات و ترویج ابواب المال به نیشابور فرستاد. جمعی از اعیان خراسان به موالات و ممالات ایشان برخواستند. سبب امتداد ایام غیبت سلطان به سبب امتداد ایام غیبت سلطان و انقطاع اخبار. وزیر ابوالعباس الفضل ابن احمد در حفظ مسالک و ضبط ممالک تا حدود بامیان و پنج هیر احتیاط بلیغ به جای آورد. نمیدونم چرا اونجوری ملتان نوشته بامیان. و مداخل و مخارج آن نواحی به مردان کار و محافظان هوشیار سپرد و از حال ایلک و تورد در عرصه ملک به سلطان مسرعان دوانید. نکته کلیدی اینه که هم بامیان معدن بزرگ و سهل الوصول آهن داشت و هم پنجشیر معدن مهم سیم بود یا بس سکه زدن، به همین خاطر خیلی مهم بود این دوتا رو نگه دارن. سلطان مهمات آن طرف محمل فرو گذاشت و چون برق خاطف و ریح آصف بادتون تنباد سهول و زراب و سهوب و شعاب آن مسافت در نوردید. دشت و کوه، سهول و زراب یعنی دشت و کوه، سهوب و شعاب هم یعنی راه دشتی و راه دشتی. و به اندک مای روزگار به غزنه آمد و از ترکان خلج جمعی به انبوه و لشکری به شکوه جمع کرد.
یادمونه دیگه وقت در بعد از اولین موفقیت هایی که داشت گفت که دیگه حالا، یعنی در همین ترجمه تاریخی هم گفت که از این به بعد دیگه افغان ها و خلج ها زیر پرچم محمود بودن، یا ببخشید پدرش سبک دیگین، و الان میبینیم از اینا چجوری استفاده میشه. و از ترکان خلج جمعی به انبوه و لشگری به شکوه جمع کرد، و چون بحر مواج و سیل سجاج، سه نقطه یعنی فروری زنده، با همین ترکیب جای دیگه هم اومده، چون بحر مواج و سیل سجاج به بلخ آمد. جعفر تگین چون دیو از لاحول گریزان به جانب ترمز برون شد، و سلطان ارسلان جاذب را با 10,000 سوار به سر راه او فرستاد. سباشی تگین چون به کنار جیهون رسید، آن دیار از قوقا جوشان و خروشان دید، روی بتاف و با مرو آمد تا به راه بیابان برود. طریق اجتیاز متعذر بود، راه عبور مشکل داشت، و چاه ها متموم پر شده بود و راه ها متموم زیر شن رفته بود. روی با سرخس نهاد، محسن ابن طاق که امیر قز بود راه برو بگرفت و ممانعت او برخاست و به ممانعت او برخاست. سباشی تگین بر او ظفر یافت، او را بگرفت و به دو نیم کرد و خلقی از جانبین هلاک شد. سباشی تگین مکنت مقام و فرصت استجمام نیافت. استجمام در اصل مشابه آیش زمینه واسه چاه، که آب نگیری که آبدار شه، و خب معنی براسودن میده. سباشی تگین مکنت مقام و فرصت استجمام نیافت، دعوی ورد شد و از آنجا به نیشابور رفت، و از هر مرحله که رحلت میکرد ارسلان جاذب فرو میآمد، مانند روز در عقب شب بود. عاقبت به جانب سیستان برون شد و لشکر بر عقب او پیاپی میرفت تا به حدود جرجان. یه ذره پایان بندیشو عجیب به نظرم میگه دیگه، یهو میبره از سیستان و یهو میاره جرجان، ولی به هر حال این چیز بود دیگه، آلا خون بلا خون. و خود را در میان مخارم و آجام آن نواحی انداخت، توی این راه‌های کوه و از اون برم توی این نیزارهای جرجان، و گردان گیلان دست قتل و نه برو زدند. جمعی از اتباع او در پناه حمایت و امان شمس المعالی گریختند و او به راه دهستان با نسا آمد، دوباره برگشت خراسان، و بقایای اثقال خیش به علی ابن مأمون خوارزمشاه فرستاد از جهت ایلک خان به ودیعت بسپرد. و جمعی از رجاله لشکر و بازماندگان حشم در مصاحبت آن روان کرد و به راه انتظار ارسلان جاذب به توس مقیم بود. چون خبر یافت که سباشی تگین به راه بیابان بیرون آمد، بر راه مرد نهضت کرد تا پیش او بگیرد و او را در دام انتقام کشد. چون سلطان برسید او از بیابان گذشته بود، ابو عبدالله طائی را با لشکر عرب بر عقب او روانه کرد. این قوم تی، قبیله تی، در واقع قبیله خیلی خیلی بزرگی بودن دیگه. این فیلم محمد رسول الله ما رو به اشتباه میندازه، فکر میکنیم خیلی کم جمعیت بودن عرب. خیلی قبیله بزرگی بودن و جز اولین قبایلی بودن که هم اون بخش یمن نشینشون هم اون بخش حجاز نشینشون جز اولین قبایلی بودن که اومدن در سمت ایران و شام و اینا پراکنده شدن، و جمعیت زیاد و فرماندهان مهم. جانم امیر جان، نکته محمد رسول الله چی بود؟ من متوجه نشدم. تو این فیلم محمد رسول الله فضا رو به ما یه جوری نشون میداد که مثلا این قبیله کلا 20 نفرن، مثلا 150 نفر ساکن مکن، و تازه وقتی میان میشن 200 نفر مثلا. ولی آقا جانم یه... خیلی کم بوده. خب نه نبوده، نکته همینه. شباهت خیلی مهم مغول ها و اعراب همین جمعیت خیلی زیادی بوده که به علت پراکندگی به حساب نمیاد. حالا نمیدونم، من توی همون کتاب پاتریشیا کرون خوندم که لشکر عرب موقعی که به ایران اومد تخمین زده حدود 40,000 نفر بیشتر نبودن.
ولی به اون زمانی که دیگه نیاز دارن که این حمله رو گسترده کنن و وارد همه چیز شن، همون زمانی که تو این کتاب موحدم توضیح میده، بعد از این جنگ هایی که حالا اسمش یادم رفته، جنگ هایی که بر سر کی پیامبر باشه بود، رده، آره، بعد از اون دیگه همه این اقوام میان اضافه میشن به لشکر عرب و دیگه عجیب غریب زیادن. میبینید هر گوشه تاریخ رو میخونی عرب هم هستن. مرشد بگو. این که امیر حسین میگی مثلا لشکر عرب در حمله به ایران 40,000 نفر بودن، کدوم حمله؟ این حمله یه دونه نبوده، مثلا از زمان همین بعد از این جنگ رده زمان عمر. آره. نه اون چیزی که تو کتاب پادشاه کرون هست درسته، خب خود اون پروسه جنگ هم چند ده سال طول کشیده، ولی تخمین زده بود که در اوایل قرن یکم 40، درسته این حرفی که اونجا من خوندم بود که در اوایل قرن یکم، یعنی موقعی که دیگه همه جنگا رو ایران باخته بود، حدود 40,000 نیروی عرب در صفحات ایران مستقر بوده در جای مختلف، که میگه که خب تعدادشون خیلی کم بوده به نسبت جغرافی ایران. و بعد توضیح میده که خب اینا بدون در واقع تعامل سازنده با بومیان نمیتونستن اصلا این خطه رو نگه دارن. ولی درست میگی، این دلیل نمیشه که اون لشکری که جنگا رو انجام داده هم همینقدر بوده. من پیشنهاد میدم تا همینجا نگه داریم، از دو خط قبلش جلسه بعد. باش.